مقامات محلی تخار پس از عید سعید فطر به هدف بررسی وضعیت ادارات و نظارت از فعالیت های حکومت محلی به چندین ولسوالی این ولایت سفر کرده و خواهان حمایت مردم از نظام اسلامی شدند. در تازه ترین مورد مولوی ضیاءالرحمن مدنی والی تخار با شماره از مسئولان ادارات دولتی به ولسوالی ورسج این ولایت رفته است. او در این سفر از مقام های حکومت پیشین نیز انتقاد میکند. والی تخار هرچند از شخص یا گروه مشخص نام نمیبرد، اما میگوید آنهایی که ادعای آزادی افغانستان را میکنند اکنون در خارج بسر میبرند و از مردم میخواهد که فریب شعارهای دروغین آنان را نخورند. سایی که امروز لاف از آن و این میزنند که ما افغانستان آزاد میسازیم، تا برطانیه چکر میزنه افغانستان آزاد میسازه. تا که افغانستان آزاد میسازی، تا دیروز که دخترای افغانی را در میدان هوایی بگرام امریکایی ها به عزت میکرد کجا بودی؟ برخی مسئولان ادارات دولتی که در این سفر والی تخار را همراهی میکنند، حکومت کنونی را متعلق به همه اقوام دانسته و تاکید دارند که نباید هیچ کس مورد آزار و اذیت قرار بگیرد. امارت اسلامی از شما هست و شما از امارت اسلامی هستید. هیچ گاهی در قلبه هایتان ترس و خوف و وحشت را جای ندید. هیچ گاه در فکر این گفت نباشید. این فکر غلط هست. امارت اسلامی حیثیت شما را، آبروی شما را، عزت شما را حفظ میکند. رئیس سرحدات تخار میگوید برای کار آمدن امارت اسلامی چهره های فاسد، تبکار و مردم آزار متواری شدند و از مردم میخواهد برای بقای حکومت اسلامی تلاش بورزند. فضل خداوند و با سعی و کوشش مردم مجاهد افغانستان، وطن ما از اشغالگرا و از مفسدین و از مردمی که نیت بد به ما داشتند، خداوند وطن ما را آزاد کردند. در همین حال باشندگان ولسوالی ورسج از مقامات محلی تخار میخواهند که برای رسیدگی به مشکلاتشان توجه جدی نمایند. مسلمان های متدین ورسج از اول تا آخر مجاهد بودند و انصار بودند، همین گذرگاه مجاهدین بود است. والی تخار به منظور بررسی وضعیت امنیتی و اجراءات مسئولان محلی و نیز شنیدن مشکلات مردم از نزدیک هر از گاهی به نقاط مختلف این ولایت سفر میکند. که پیش از این نیز از چندین ولسوالی ماورای کوکچه تخار دیدار کرده بود.